درود بر شما عزیزان کانال سرزمین مادری باز هم خدمت شما رسیدیم با چند خبر مهم در این ساعت در ابتدا به نگرانی و هشدار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اعتراضات اقتصادی جدید خواهیم پرداخت ویدیویی داریم از نصب فرتور شاهزاده رضا پهلوی و پرچم شیر و خورشید بر درب سفارت جمهوری اسلامی در ادامه به درخواست تاجزاده برای محاکمه معموران کشوری و لشکری دخیل در سرکوب‌های بلوچستان و کردستان می و در آخر به هشدار محمد خاتمی به حکومت ادامه وضع کنونی به فروپاشی اجتماعی می انجامد. پس تا انتها با ما همراه باشید. دوستان عزیز تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند اگه محتوای ما رو میپسندید لطفا برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بروز اعتراضات اقتصادی جدید ابراز نگرانی کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد گسترش اعتراضات به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم هشدار داده و همزمان شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان ایران از مردم خواسته قبوز آب و برق و گاز خود را نپردازند. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری ایلنا در مورد سوار شدن دشمن بر اعتراضات اقتصادی جدید هشدار داده و در ادامه نیز مدعی شد که بخش عمده ای از آنچه موجب اعتراضات شده به مشکلات و مسائل اقتصادی و معیشتی برمیگردد مرتبط کردن اعتراضات به دشمن ادعای همیشگی مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با هر گونه اعتراضات عمومی بوده همچنان که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز اعتراضات جاری در ایران را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اقدام دولت ایبراهیم رئیسی در مورد حذف ارز 4200 تومانی را اشتباه خوانده و گفت این خطاها هزینه های سنگینی ایجاد کرده ارزش دلار آمریکا نسبت به ریال از زمان شروع اعتراضات سراسری در 26 شهریور بیش از 16 درصد جهش پیدا کرده که از یک سو به معنای رشد چشمگیر درآمدهای دولت ابراهیم رئیسی و از سوی دیگر افزایش تورم و خط فقر در کشور است همزمان با اظهار نگرانی برخی مقامات جمهوری اسلامی از گسترش اعتراضات به دلیل وضعیت اقتصادی شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان ایران خواهان امتناع مردم از پرداخت قبض های برق و آب و گاز شد. این شورا با بیان اینکه پرداخت نکردن قبوز حق مردمی است که به مراتب زیر فشار و خط فقر تحمیلی واقع شده اند، افزود این درخواست برای کاهش و تهدید بخشی از درآمدهای دولت است که صرفا سرکوب و کشدار کودکان و زنان آزاده می شود. در دو ماه گذشته و در جریان سرکوب اعتراضات تا کنون به گفته سازمان حقوق بشر ایران، ماموران جمهوری اسلامی دست کم 326 نفر از جمله 43 کودک را کشته نصب فرتور شاهزاده رضا پهلوی به همراه پرچم ملی شیر و خورشید در درب ورودی سفارت جمهوری اسلامی در هامبورگ. تاجزاده خواهان محاکمه معموران کشوری و لشکری دخیل در سرکوبهای بلوچستان و کردستان شد. مصطفى تاجزاده در پیامی از زندان اوین خشونت به کار گرفته شده از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه مردم بلوچستان و کردستان را محکوم کرده و خواهان محاکمه معموران خاطی لشکری و کشوری شد که در تیراندازی به معترضان سیستان و بلوچستان و کردستان نقش داشتند. این فعال سیاسی اصلاح طلب زندان در اوین در پیامی که در صفحه های شبکه های اجتماعی او منتشر شد نوشت با کمال تاسف باید بگویم در اعتراضات دو ماهه اخیر بیشترین ظلم به مردم شریف سیستان و بلوچستان صورت گرفت که من به سهم خودم آزادگی و شهامت هموطنان بلوچ و سیستانی خود را می ستایم و ضمن هم دردی با آسیب دیدگان و خانواده های جان باختگان خشونت به کار گرفته شده علیه آنها را محکوم می کنم. او در ادامه افزود که حاکمیت باید مأموران تبلیغاتی را و چه کشوری هرچه چه سری محاکمه کند و به این ترتیب عملا از مردم شریف آن دیار دلجویی کند تاجزاده همچنین تاکید کرده که همین سخن درباره هم میهنان سلحشور و آگاه ایرانی در کردستان نیز صادق است و توجه ویژه ملت و حکومت را بر آنچه در مناطق کردنشین رخ داده و تلاش برای جبران آنها میطلبد بنابراین اعلام سازمان حقوق بشر ایران از آغاز اعتراضات سراسری تا روز به 21 آبان ماه دستکم 326 نفر از مردم از جمله 43 کودک و 25 زن به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. در حادثه معروف به جمعه خونین زاهدان 8 مهر ماه در شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از فراز ساختمان کلانتری در زاهدان و ساعات بعد از آن بیش از 100 نفر از مردم معترض، نمازگزاران اهل سنت و رهگذران کشته شدند. بعد از آن در حادثه جمعه خونین خاش 13 آبان ماه نیز بنابر اعلام سازمان اف بین الملل دست کم 18 نفر از مردم معترض نمازگزاران اهل سنت و رهگذران با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از روی ساختمان فرمانداری خاش کشته شدند بنابر اعلام سایت حقوق بشری هنگاف در استان کردستان و دیگر استانها و شهرهای کردنشین ایران نیز که تاجزاده کشتار مردم در آن را محکوم کرده تا روز شنبه 21 آبان ماه ماه نفر از مردم معترض از جمله 11 کودک و هفت زن به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. مقام های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه از آغاز اعتراضات سراسری تا کنون در مواضع و سخنرانی های خود به شکل مداوم بر تشدید سرکوب معترضان تاکید کردند. هشدار محمد خاتمی به حکومت ادامه وضع کنونی به فروپاشی اجتماعی می انجامد. سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی در سخنانی که روز دوشنبه منتشر شد براندازی را نه ممکن و نه مطلوب دانست اما تأکید کرد که ادامه وضع کنونی هر لحظه زمینه های فروپاشی اجتماعی را پهنتر و بیشتر می کند. بر اساس گزارش کانال تلگرامی امتداد وابسته به اصلاح در ایران خاتمی این سخنان را در دیدار با جمعی که آنها را خیراندیشان مطلع و علاقمند به مسائل سیستان و بلوچستان نامیده بیان کرده است مخالفت این مقام پیشین جمهوری اسلامی با براندازی حکومت در حالی بیان می شود که در جریان اعتراضات دو ماه گذشته در سراسر ایران سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از مطالبات معترضان بوده که در قالب شعارهایی چون مرگ بر دیکتاتور همه گیر شده است خاتمی در ابتدای سخنان خود با اشاره به کشته شدن تعداد زیادی از مردم در جریان اعتراضات و تاکید اینکه در میان آنها کودک و نوجوانان کم نیستن به ملت ایران تسلیت گفته و برای آسیب دیدگان آرزوی سلامتی کرده است رئیس جمهور اسبق حکومت ایران با اشاره به وضعیت سیستان و بلوچستان ضمن استقبال از ازل یک مسئول خواستار برخورد با دیگر مقصران شد و افزود انتظار این است که در برخورد با کسانی که مقصرند دست کم سرعتی به خرج داده میشد که متاسفانه در برخورد با معترضان می شود. محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنانش به اعتراضات سراسری دو ماه اخیر در ایران پرداخته و ریشه حوادث تلخ را در درون دانست و گفت ریشه حوادث تلخ ناشی از ساز و کار و شیوه پراشتباه و نادرست حکمرانی است و چاره کار نیست شناخت ویژگی های حکمرانی خوب و تن دادن به آن است او بدون اشاره مستقیم به سخنان خامنه ای که اعتراضات را به بیگانگان و دشمنان نسبت داد نقش بدخواهان را بهره برداری سو از نارضایتی مردم دانست و تاکید کرد ندیدن یا انکار و بدی که به نام زندگی بر مردم تحمیل می شود نارضایتی را از بین نمی برد. محمد خاتمی در ادامه با اشاره به اینکه اولین گام اصلاح به رسمیت شناختن حق اعتراض است گفت اینکه هر اعتراضی اختشاش معرفی شود و برخورد خشن با آن توجیه گردد مشکل را بیشتر می کند. مقام پیشین جمهوری اسلامی به سنی بودن محسا امینی اشاره کرده و گفته اعتراض گرچه با مرگ ناگوار خانم محسا امینی دختر کرد سنی آغاز شد ولی خوش بختانه در اثر هوشیاری مردم رنگ و بوی قومی و مذهبی نگرفت و صدای تجزیه طلبی از آن شنیده نشد خاتمی در سخنان خود تنها راه پیش روی نظام را خود اصلاحی دانست اما تاکید کرد که ظاهرا نیاز به شنیده شدن آن توسط حکومت احساس نمی شود چه رسد به عمل کردن آن عزیزانم ممنونیم که تا اینجا با ما همراه بودید به امید روزهای خوب برای کشور عزیزمون شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.